سلام، من شیرین سجادی هستم، سال سوم دانشگاه تکساس هستم و رشته من نوروساینس هست و رشته دومم فارسی هست. امروز میخوام براتون تعریف کنم تجربه یاد گرفتن فارسی خودم. پدر من ایرانی هست و 16 سالش بود وقتی از ایران به آمریکا آمده. مامان من آمریکایی هست و دو تا برادر بزرگتر دارم. من هر یک شنبه از بچگی به یه مدرسه ایرانی به نام پارز اکادمی رفتم. اینجا نوشتن و خوندن فارسی یاد گرفتم. اولین باری که رفتم ایران 8 سالم بود. با پدرم رفتم. بابام با عمویم رفته بود مسافرت و من تنها گذاشت با 3 تا عمه‌هام. عمه‌هام انگلیسی حرف نمی‌زنن و این من را مجبور کرد که فارسی یاد بگیرم. وقتی بزرگتر شدم به عنوان معلم در پارز اکادمی برای بچه‌های 5-6 سالگی درس دادم. این تجربه خیلی خوبی برام بود چون آدمای دیگه کمک کردم و فارسی خودم بهتر کردم. من دو بار دیگه رفتم ایران و هر بار که رفتم خیلی خوش گذشت. تصمیم گرفتم که رشته دومم فارسی باشه در دانشگاه. اولین کلاسی که برداشتم به نام Intensive Persian for Heritage Speakers. در این کلاس نوشتن و خوندن فارسی بهتر یاد گرفتم. یک کلاسی دیگه برداشتم به نام Intermediate Persian. در این کلاس با خواندن مقاله تاریخ ایران یاد گرفتیم. الان در کلاس به نام Modern Persian Literature هستم. در این کلاس داستان کوتاه و شعر می‌خونیم. در کلاس مدرن لیتریچر یک شعر نوشتم و براتون میخونم. بیرون باران میآید و داخل عطر مادرم پیداست. بوی سبزه و آفتاب آسمان شادم میکنن. ما میدونیم بهار آمده است. در کلاس پرشین لیتریچر یک داستان را خوندیم به نام ماهی و جفتش. در این داستان یک مرد هست و هر روز میرفت یک آبگیر و دو تا ماهی را ببیند. انگار که مرد با این ماهی ها در حال رفیق شده است. یک روز یک کودک با زن پیر به آبگیر میرفتند. مرد با کودک حرف میزنند. یک بخش از داستان را میخوند. دو ماهی اکنون با هم از هم دور شدند تا با هم به هم نزدیک شدند و کنار هم سر بخورند. مرد به کودک گفت ببین اون دوتا چه قشنگ هستند. کودک اندکی بعد پرسید کدوم دوتا؟ مرد گفت اون دوتا را میگم، اون دوتا را ببین. و با انگوشش به دیواره شیشه آگیر زد. روی شیشه کسی با سوزن یا میخ یادگاری نوشتن بود. کودک اندکی بعد گفت دوتا نیستن. مرد گفت اون دوتا. کودک گفت همونا دوتا نیستن. یکیش عکسه که توی شیشه اونواری افتاده. مرد اندکی بعد کودک را به زمین گذاشت. انگار آنگاه رفت به تماشای آبگیرهای دیگر. من این بخش را انتخاب کردم چون مجاورت خیلی قشنگی دارم. معمولاً جوان‌ها آرمان‌گرا هستند و پیرها واقع ارار هستند. در این داستان برعکس است. وقتی مرد تصویر دوتا ماهی‌ها را می‌بیند، امیدوار می‌شود. امید دارد که دوتا ماهی‌ها را ببیند و هر روز آن دوتا ماهی‌ها اونجا هستند. وقتی کودک به مرد می‌گوید فقط یک ماهی هست، ما خواننده ها سرخوردگی مرد را می فهمیم.
این داستان نشان می‌دهد که دیدگاه در زندگی خیلی مهم است. دیدگاه کودک ابراز می‌کند که همه چیز توی دنیا واقعی نیست. اول مرد انکار می‌کند که فقط یک ماهی هست، ولی ما می‌توانیم استنتاج بکنیم که مرد درک می‌کند باید همدم خود را یک جای دیگر پیدا کند. کلاس‌های فارسی در دانشگاه تگزاس خیلی خوب هستند. من در این کلاس‌ها درباره فرهنگ قدیمی و امروز ایران یاد گرفتم و به هر دانش آموز ایرانی و حتی خارجی توصیه می‌کنم.